جشن گیاه آوری یکی از جشن‌هایی است که از قدیم تا کنون ادامه داشته است و در بسیاری از جوامع به این روز اهمیت بسیار زیادی می‌دهند و این روز را گرامی می‌دارند. قرن‌ها پیش ایرانیان باستان نه تنها به معنی واقعی پاسداری از زمین را تجربه می‌کردند، بلکه روزی را نیز به نام روز زمین جشن می‌گرفتند. در این قسمت به مطالعه این جشن می‌پردازیم. با کانال پادکست زمزم همراه باشید. روز زمین چه روزی است؟ روز جهانی جشن گیاه آوری یا زمین پاک هر سال در 22 آوریل که در سال 1969 توسط جان مکمونل نامگذاری شد، مصادف با 2 اردیبهشت است که مردم سراسر جهان مراسم ویژه با آداب متفاوت را در این روز برای قدردانی از مواهب زمین، منابع و ذخایر طبیعی، داشتن زمین پاک و بدون آلودگی با عنوان روز زمین پاک برگزار می‌کنند. به چه دلیلی روز 22 آوریل یا 2 اردیبهشت به عنوان روز زمین نامگذاری شد؟ علت نامگذاری روز 22 آوریل به نام روز زمین به حادثه نشست گسترده نفت در ساحل سانتا باربارا آمریکا در سال 1969 برمیگردد. در این حادثه بیش از 100,000 بشکه نفت به آبراه سانتا باربارا وارد شد و هزاران پرنده، جانور دریایی و هر جانداری که در آن ناحیه بود را به کام مرگ کشاند. این فاجعه زیست محیطی که اثراتش تا مدت‌ها بر محیط زیست اطراف و آن منطقه تأثیرات منفی داشت، باعث به وجود آمدن جنبش‌های زیست محیطی نوین در آمریکا و سراسر جهان شد. اهمیت جشن گیاه یا روز زمین پاک. زمین به عنوان مهمترین عامل زندگی ما دارای اهمیت است، به طوری که نیازهای رفاهی، اجتماعی، مسکن، پیشرفت و تأمین نیازهای امروزمان به حفظ و نگهداری این نعمت بزرگ الهی مرتبط است. برای حفظ زمین و در اختیار گذاشتن این موهبت الهی برای نسل‌های آینده باید به فکر گازهای گلخانه‌ای، زباله‌های تجزیه ناپذیر و آلودگی‌های زیست محیطی باشیم تا عواقب جبران ناپذیر آن گریبانگیر ما انسان‌ها نشود. در همه جای جهان چهره‌های سرشناس اخطارهایی در مورد عواقب گرمای زمین و ذوب شدن یخ‌ها و سوراخ شدن لایه اوزون دادند تا آگاهی‌های عمومی را پیرامون مشکلات زیست محیطی که برای زمین اتفاق افتاده بالا ببرند و راهکارهایی را برای حفاظت بیشتر و مراقبت از زمین بیابند. پیشینه جشن گیاه در ایران یا زمین پاک. مطابق سالنمای ایران باستان، 3 روز اردیبهشت از سالنمای زرتشتیان و 2 اردیبهشت از تاریخ هجری خورشیدی مطابق با جشن اردیبهشتگان یا جشن گلستان می باشد. نیالودن 4 گوهر یا آب، باد، خاک و آتش، یعنی آلوده نکردن محیط زیست و پاک نگه داشتن آن و همچنین پاک نگه داشتن تن و جامه و پاکی روان از ویژگی‌های این جشن می باشد. در گذشته در این روز مردم به دامان طبیعت می رفتند و لحظاتی را با گلها و گیاهان سپری می کردند. همچنین روز گردآوری گیاهان دارویی از صحرا نیز همین روز بوده است. بدیهی است که چنین جشنی باید در ابتدای اردیبهشت برگزار می شده، چرا که در ایران اوایل اردیبهشت ما طبیعت یک سر سبز و پربار می شده است. گردآوری گیاهان از صحرا با مراقبت و دقت بسیار انجام می شده و لطمه به گیاهان و جمع‌آوری بیش از حد لازم را ناشایست می دانستند. هدیه گل در جشن گیاه یا زمین پاک. خرید و ارسال گل و گیاهانی که به حفظ و بقای زمین کمک می کنند می تواند هدیه زیبا و به یاد ماندنی برای زمین و دوستداران زمین باشد. گلها یکی از بهترین و زیباترین موجودات روی زمین می باشند و هدیه دادن آن در سال روز جشن گیاه‌آوری بهترین گزینه است. گل‌هایی مثل رز، اطلسی، بنفشه، پامچال، شمعدانی که در فصل بهار خصوصاً اردیبهشت شروع به رشد می‌کنند، هدیه مناسب برای جشن گیاه هستند. فلسفه برگزاری روز زمین پاک نگه داشتن زمین از آلودگی و پاکسازی آن از آلاینده هاست و آنچه در این روز بر ما واجب است کم کردن حتی ذره‌ای از آلودگی خود بر این زمین است. ولی شاید ایرانیان در برابر این روز مسئولیتی بس بیشتر از سایر ملت‌ها داشته باشند و آن به سبب پیشینه و پشتوانه بزرگی به نام فرهنگ ایرانی است که در جای جای آن احترام به زمین و پدیده‌های طبیعی را مشاهده می‌کنیم. قرنها پیش ایرانیان باستان نه تنها به معنی واقعی پاسداری از زمین را تجربه می‌کردند، بلکه روزی را نیز به نام روز زمین جشن می‌گرفتند و امروز جهانیان به این نکته رسیدند که اگر می‌خواهند فرزندانشان نیز از نعمت زندگی در زمین برخوردار باشند، باید اندکی با زمین مهربان‌تر باشند و روزی را به این نام نامگذاری کردند. چگونه زمینی پاک داشته باشیم؟ برای حفظ بقای زمین سالانه اقداماتی در سراسر جهان در روز زمین پاک انجام می شود. 1. صرفه‌جویی در مصرف آب. آب مایه حیات است و بدون آن زندگی امکان پذیر نیست. بدون آب این سیاره زیبا به ویرانه خشک و بی آب و علف تبدیل می گردد. 2. کاهش آلودگی هوا. اهداف همه مردم جهان در روز جشن گیاه داشتن سیاره‌ای تمیز و پاک است. استفاده بهینه و درست از گیاهانی است که زمین به ما هدیه می‌دهد. به همین منظور تا حد امکان در فضای خانه از گل و گیاه استفاده کنید. 3. استفاده از انرژی پاک. منابعی مانند نور خورشید و نیروی باد، چیزی که مداوم در حال درخشش یا در حال وزیدن هستند، انرژی پاک محسوب می‌شوند. یکی دیگر از شعارهایی که در روز زمین پاک به آن اشاره می‌شود، استفاده از انرژی‌های پاک به خصوص انرژی خورشیدی است. 4. مدیریت زباله ها و پسمانده ها. خوردنان و پسمانده سفره را برای پرنده ها بریزیم. از ظروف یک بار مصرف کمتر استفاده کنیم و در صورت لزوم از نوع گیاهی آن که زودتر در طبیعت تجزیه می شوند استفاده کنیم. از لاستیک های با دوام و با کیفیت بالا برای اتومبیل، دوچرخه و غیره استفاده کنیم تا مجبور نباشیم در فواصل زمانی کوتاه آنها را عوض کنیم. یکی از مهمترین صرفه‌جویی‌ها کاهش مصرف کاغذ است، چرا که تولید کنندگان کاغذ سالانه برای تولید آن درختان زیادی را قطع می‌کنند. 5. کاشتن گل و گیاه درخت. بهار فصل جان گرفتن طبیعت است. جان دوباره، شکوفه‌های بهاری، سبز شدن و جوانه زدن درختان ما را با خود همراه می‌کند تا سهمی در زیباتر کردن محیط اطراف خود داشته باشیم. روز زمین پاک اهمیت درختان را برای ما بازگو می‌کند. بهترین فصل برای کاشتن گل و درخت بهار است. ای مادر، ای زمین، امروز این منم که ستایشگر توام، از توست ریشه و رگ و خون و خروش من. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، با زدن دکمه شیر به دوستانتون این ویدیو رو نشان دهید و برای دیدن ویدیوهای بعدی چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع شوید. با تشکر.